دوست دارم رفته های ناب را، کودکی آن رفته در خواب را. عرض ادب دارم و احترام خدمت شما همیانان عزیز ارجمند. نمیدونم قسمت چندم بیستم یا شده بیشتر است. بله الان چند؟ 22 22 23 23 23 جلسه است که با آقای اسماعیل نوریالا هستیم. حرفای بسیار شنیدنی نوریالا، خاطراتش، تجربیاتش. اگه به خاطرتون باشه بار گذشته ما در رکاب نوجوانی های شخصیت های سرشناسی بودیم که بعدها آوازه فوق‌العاده پیدا کردن در مثل آقای بهرام بیضایی در قلمروی سینما. آقای اسماعیل نوریالا ما رو با فرخ قفاری آشنا کردن که وقتی آمده بود به ایران چه فعالیت هایی صورت داد، رفته سالونی گرفته یا کلاس هایی اینجا اونجا تشکیل شده که به بچه ها یا مشتاقان آشنایی با فن و هنر سینما به اصطلاح آموزش میدند. ولی خب نمیدونم که این آموزش به رایگان بوده یا اینکه نه در ازای دستمزد رو یادم باشه حتما از دکتر نوریالا بپرسم. دکتر نوریالا عزیز درود بر شما مجددا. درود بر شما، همکاران شما و بینندگان شما. خسته نباشید، دم شما گرم. ممنونم. قربان شما. دکتر نوریالا در بار قبل ما رو رسوندید به اونجایی که در کلاس های آقای فرخ قفاری و دیگر کلاس های سینمایی حاضر می شدید. فروغ رو در اونجا دیدید، فروغ فرخزاد، آقای ابراهیم گلستان، آقای نادر ابراهیمی، بهرام بیضایی و و و. خب ما فقط یک سال که برام مونده بود، آیا این کلاس ها رایگان بود یا اینکه پولی پرداخت میکرد؟ نه باید پول میدادیم. پول میدادیم. یکی از مشکلات ما بودش که پول را از کجا گیریم. حدودا چقدر داد میدادید؟ یادتون هست؟ بله؟ حدودا یادتون هست چقدر باید پرداخت میکردی چهریه؟ کنم 15 تومن بودش. 15 تومنی؟ بله بله. یعنی دو دلار نیم. خوب بوده مثلا بله. به پول اون موقع بله. برای چه مدتی؟ برای یه ماه؟ نه خیر، بیشتر بود، 2-3 ماه طول کشید. برای دو سه ماه نه پس بله. چیزی نبوده. بسیار عالی. خب بله. از مادر میگرفته دیگه، ایشون که از مشوقان شما بوده. خب یا مادر یا پدر هر دوتا کار میکردن، دو عرض کنم که مخارج ما رو تامین میکردن. ولی خب ما خانواده خیلی مرفعی نبودیم که هر کاری دلون بخواد بتونیم بکنیم. بله. من مثلا یادمه که در کلاس پنجم دبیرستان انگلیسی من بد نبود. بعد دیگه استاد معلم شیمی داشتیم که ایشون در یوسف آباد یک کلاس کنکور داشت و این دیدش که من انگلیسی بد نیست، به من گفتش که تو بیا عرض کنم که در کلاس های من انگلیسی درس بده. و دانش آموزانی که میخواستن برن کنکور بدن و ایشون مثلا ماهی 1 تومن به من چیز میداد، من خیلی خوشحال بودم که صاحب پول و اینا شدم. پس بین شما مثل که بهرام بیضایی از همه مرفق‌تر بوده. شاید بگیم که من وضعم از همه بدتر بوده. البته بعد که میگید ابراهیم گلستان اومد دیگه، اونا دیگه خیلی وضعشون خوب بوده. اونا که بله، اونا که اصلا در یک جهان دیگری زندگی میکردن. ولی به هر حال آقای بیضایی یا آقای آشوری که مثلا پدرش رئیس دفتر آقای معینیان بود در رادیو، بله بله، به هر حال یه زندگی عرض کنم که بدی نداشتن. بله. ولی پدر من با چندین مشکل عرض کنم که بالی روبرو شده بود و غیره، و ما سعی میکردیم که خیلی مقتصدانه زندگی کنیم. حتی من متولد عرض کنم که سنگلج و بزرگ شده شاپور هستم. ولی بعد از مدتی پدر من مجبور شد ما رو برداشتش برد به اون بره خط آهن در یه منطقهی که میگفتن بهش جوادیه، حالا من نمیدونم اسمش چیه. من عرض کنم که 8 سالم بود که رفتیم اونجا و تا 18 سالگی اونجا ما اونجا بودیم، به خاطر اینکه عرض کنم که وسع زندگی کردن در بالای شهر یا وسط شهر رو نداشتیم. و من در واقع اونجا بود که اساسا تونستم فقر رو عرض کنم که بدبختی های اینهای مردم دیگر رو به مدت 10 سال عرض کنم که از نزدیک تجربه کنم. یعنی اینکه ما انقدر وضعمون در اون منطقه خوب بود
که مثلا به من میگفتن پسراجی به خاطر که مثلا من سالی یک بار عید نوروز که میشد مثلا پدرم میگفت بعد بریم برای اینا از جنرال مود، اون موقع اولین فروشگاه بزرگ لباس بود، مثلا برای ما لباس میخریدن و ما عزا میگرفتیم که تعطیلات عید که تموم میشه حالا باید با این لباس بریم مدرسه جواب بقیه بچه ها رو چی بدیم که لباس پاره پورو اینها داشتن. خیلی اون داستان ها داره که اگر یه موقعی من بخوام داستان زندگی جوادیه و اتفاقاتی که اونجا افتاد، معلمینی که داشتیم، یکی از درخشان ترین انسان هایی که من در زندگی دیدم معلم ما بودش و اینها که در روحیه من بسیار اثر گذاشت. حالا اینا بگذاریم، منظور من این استش که نه هیچ بعدم نمیاد یه دفعه من رو ببرید به جوادیه. بله خیلی خوبه، به نظر من بدونیم چه خبر بوده. گفتید گلستان، میدونید که ما و خانواده گلستان، همی آقای ابراهیم گلستان که پدرش روزنامه گلستان رو منتشر میکرد، و دو سه خونه فاصله داشتیم، یعنی در یک خیابان انبری در شیراز. بله من اغلب پدر آقای گلستان و همینطور شاهرخ هم بود، شاهرخ گلستان و ابراهیم، بعد ابراهیم رفت به ته، اینا رو اغلب میدیدم، البته سن من خیلی کمتر از اونا بود. بله دوره بچگی. خب میفرمودی. بله عرض میکردم که ما به هر حال هر جور شده یه سر خودمون رو با این مسائل گرم میکردیم. یکی از مسائل دیگه ای هم که وجود داشت که من در جلسه قبل نگفتم این بودش که علاوه بر این مجلاتی که خدمتتون گفتم مثل روشن فکر و فردوسی و خوشه، مجلات سینمایی هم شروع شد عرض کنم که منتشر شدن که موفق ترینشون ستاره سینما بود که آقای علی مرتضوی در می آورد. درسته. و عرض کنم که اونم خودش یه روزنی بود. من در واقع اولین کارهای مطبوعاتی خودم رو در مجله آقای علی مرتضوی شروع کردم. سینه کلوب هنوز راه افتاده بود یا نه؟ بله سینه کلوب راه افتاده بود یا هنوز راه نیفتاده بود؟ سینه کلوب من اصلا نرفتم هیچ وقت. نرفتی؟ اطمینانی بود و آقای پهلوان بود و دیگه اینا گروه سیامک پورزند بود و یه گروهیه. بله. مثل که تو سینما رویال برنامه هاشون اجرا در سینما. بله در یکی از سینما ها بود، من اغلب میرفتم. اولین فیلم آقای مهرجویی رو مثلا که از آمریکا آمده بود من در اونجا دیدم. الماس 33. الماس 33 پستچی. بعد بله چندین فیلمه رگبار مثلا آقای بیزایی رو من در اونجا دیدم. صحیح. نه خیلی من عضو اونجا نبودم. بله بله عرض کنم که بعد من در اونجا در واقع از اینکه انگلیسی، چون پدر من معتقد بودش که به همه ما میگم شماها اگر یک زبان یاد نگیرید هیچ نخواهید شد. بنابراین مثلا من کلاس پنجم دبستان که بودم برای من خودآموز انگلیسی گرفته بود و من عرض کنم که یواش یواش شروع کردم انگلیسی یاد گرفتن و بعد میرفتم کلاس های انگلیسی در بیرون از عرض کنم که مدرسه. و این بودش که توی دبیرستان من از معلم انگلیسیمون بیشتر انگلیسی بلد بودم. اکثر اوقات او من میگفتش که نوری الله تو بیا درس بده من کار دارم و بزش میرفت. که در این موردم البته بعدا یه اتفاق جالب نمیدونم میشه گفت یا نه، من رفتم بعد از اینکه لیسانس خودم رو گرفتم رفتم دانشسرای عالی که برم دبیر انگلیسی بشم. و یکی از کارهایی که شما در دانشسرای عالی می کردید این بودش که باید کارآموزی تدریس در سر کلاس رو تمرین بکنید و یاد بگیرید. منو فرستادن به مدرسه دارالفنون. یعنی من مثلا عرض کنم که 22 سالم بود، بچه هایی که توی سر کلاس مثلا شیشو در دبیرستان نشسته بودن تو دارالفنون 3-4 سال از من کوچیک‌تر بودن. و بنده رفتم اونجا، یه آقایی بود به نام آقای مهدوی و ایشون دبیر دبیرستان بود و منم وردستش که یاد بگیرم که چگونه باید درس. این آقای مهدوی متوجه شد که من کم و بیش بلدم انگلیسی و حرفا رو، بعضی وقتا به من میگفتش که حالا شما بقیه رو ادامه بده، بعد خودش میشست یه گوشه رو گوش میکرد. تا اینکه یه روزی که من رفتم به مدرسه دیدم که حالت عجیبی تو دارالفنون برقراره تو دفتر مدرسه و مدیر منو صدا کرد و گفتش که شما خبر دارین چی شده؟ گفتم نه. گفت دیروز آقای مهدوی
سوار ماشینش شده که بره خونه، پشت چراغ قرمز که وایساده سکته کرده و پشت رول مرده. و ما کلاس هامون معلم انگلیسی نداریم، بنابراین شما از امروز معلم انگلیسی کلاس های که خب این خودش بر من خیلی سخت بوده، اتفاق مهم. و قرضم اینه که این زبان انگلیسی به من کمک کرد که من به آقای علی مرتضوی برم به دفتر مجله شون و بگم آقا من انگلیسی بلدم، عرض کنم که چیز میکنید من میتونم مطلبی ترجمه کنم. خب گفت بله بله خیلی هم خوشحال میشم. این رفیقی هم که من گفتم که با ما منو با بقیه با بهرام بیضایی و اینها آشنا کرده بود، این رفته بود انگلستان، از اونجا مجلات سینمایی برای من میفرستاد. میدونست من علاقمند هستم. من یادم اولین مقاله‌ای که ترجمه کردم یک نوشته بود از آلفرد هیچکاک به نام اینکه من ستارگان سینما را میکشم. و مطلب هم این بودش که جلوی دوربین هر چیزی که قرار داره شیئیه که باید به فرمان من عمل کنه و در نتیجه من به هنرپیشه به عنوان شیئ نگاه میکنم و بهش میگم تو این وضعیتته، این شخصیتته، این حالتته، اونجا وایسا، اینو بگو. هیچ فرقی نمیکنه که یه گلدون رو مثلا من بگم بعد بگذارید اونجا داره. و علاقه ای هم داشتش به اینکه به حال قتلی اتفاق بیفته. این حرف هیچکاک یکی از کسانی بود که در حلقه ما بسیار اثرگذار بود، یعنی ما تقریبا هر فیلمی که از هیچکاک می آمد رو بلافاصله می رفتیم می دیدیم و عرض کنم که مورد بحث خودمونم قرار می دادیم، به خاطر اینکه خب هنوز که هنوزم به نظر من رو دست هیچکاک کسی پا نشده که فیلمی بسازه که از لحاظ انسجام و ساختار داستانی و ارتباط های تصویری اینجور منسجم باشه کارش. و حال ما تربیت شده اون مکتب هستیم. و جالب هم این بودش که خب اون موقع تو ایران به ساموئل خاچیکیان میگفتند آلفرد هیچکاک ایران، برای اینکه او هم علاقه من داشت که فیلم های جنایی بسازه و این حرفا، و دوربین خودش هم مثلا جاهای عجیب غریب میذاشت و اینا. و یکی از تفریحات ما هم این بود که بریم فیلم های خاچیکیان رو ببینیم و بعد شب تو اتاق آقای بیضایی بشینیم و این رو تجزیه تحلیل کنیم، برای اینکه منطق فیلم های خاچیکیان منطق مربوط به داستان نبود. منطقش این بودش که مثلا اگر که یک کسی داره یک سری قتل میکنه، ما نباید بدونیم که طرف کیه، بنابراین همیشه هر وقت که اون کسی رو که فرمان میداد که مثلا بگید فلان کس رو بکشین، همیشه تو تاریکی نشون میداد. یادمه که در یکی از فیلمهاش وقتی که دیگه همه کارها تموم شد و این مامورین آمدن به خدمت مثلا این رئیس مافیا، گفت خب حالا میتونید چراغ رو روشن کنید. دیگه اصلا ما شلیک خنده تو سینما پیچیدیم. عرض کنم که به این ترتیب من بعد مثلا شروع کردم من سرگذشت هنرمندان رو ترجمه میکردم برای آقای مرتضوی، مثل مثلا سرگذشت راکوتسون، سرگذشت دوریسته و این حرف رو. تیراژ مجله چقدر؟ تیراژ مجله سینمایی اون زمان به خاطرتون هست؟ من واقعا نمیدونم، یادتون هیچ اطلاعی ندارم. بله، عرض کنم که خب به این ترتیب من با آقای مرتضوی هم آشنا شدم، در ضمن با آقای علی عباسی هم تو همین ماجراها آشنا شدم. این آقای مرتضوی همون نیست که مراسم سپاس رو در ایران بنیان گذاری کرد؟ یعنی اولین در واقع چیه، جشنواره سینمایی ایران که جایزه داده میشد به بهترین فیلم سازان و هنرمند. هیئت داوران بودم و اونم داستان مفصلی داره که حالا خدمتتون اگر رسیدیم اونجوری بود عرض میکنم. اولین بود دیگه نیست؟ میشه گفت اولین جشنواره بود دیگه نیست؟ نه، قبلش جشنواره تهران هم بود. من یادمه که رئیسش تیمسار جهانبانوی بود. جهانبانی. عرض کنم که اونجا هم، ولی بیشتر اونجا فیلمای روسی و اینا نشون میدادن در جریان مسابقه. من یادمه که چند تا فیلم روسی رو من اونجا دیدم، لک لک ها پرواز میکنن، یا
یا اوتلو اینها رو اونجا ما دیدیم. ولی این اولین اقدامی بود که در بخش خصوصی سینما. شروع شده بود. به هر حال من بعد از ترجمه این مطالب و این حرفا یواش یواش شروع کردم نقد فیلم نوشتن. حالا یاد گرفته بودیم دیگه، هم از دکتر کاووسی یاد گرفته بودیم، از فرخ قفاری یاد گرفته بودیم و تو بحثای خودمون و اینها من شروع کردم نقد فیلم نوشتن در کنار نقد شعر نوشتن، چون در 5 سال اول دهه 40 من کاملا تمرکزم روی شعر بود و سینما به عنوان تفریح برای من محسوب میشد، اما اثر خودش رو روی عرض کنم که تصور من از شعر هم باقی گذاشته بود. به همین دلیل من بعدم که مثلا در اواخر دهه 40 در مجله فردوسی کارگاه شعر رو به راه انداختم، یه جریان شعری رو معرفی کردم به نام شعر تجسمی که تأثیر از سینما گرفته بود. حالا بعدم خدمتتون راجبش وقت بشه توضیح میدم. منظور من این استش که من یواش یواش خب با سینماچی ها آشنا بودم، تا اینکه آقای علی مرتضوی به من گفتش که سال 1300 و فکر میکنم 46 بود یا 47 آقای چیز آمده بود ایران، همین الان مرجویی که فرمودید، و فیلم الماس سیاسه رو ساخته بود و غیره و فضای خود فضای خاصی شده بود. ما چندین فیلم غیر فیلم فارسی تا حالا ساخته شده بود، از جمله مثلا فیلم شب قوزی آقای فرخ قفاری که اون موقع خب فیلم بسیار جالبی بود این حرفا، یا خشت و آینه ابراهیم گلستان. اینا فیلم هایی بودن کاملا متفاوت از فیلم فارسی که به طور انبوه تولید می شد. در میان ما عرض کردم ما مثلا از سال 1343 به بعد حلقه دوستی ما خیلی وسیع تر شد و غیر شاعر و نویسنده هم به جمع ما پیوستند که از جمله مسعود کیمیایی بود و عرض کنم که آقای اسفندیار منفردزاده. اینها هم دیگه با هم قاطی بودیم و عرض کنم که کار میکردیم، تا اینکه مسعود کیمیایی رفت شد آسیستان خاشیکیان، که خب با توجه به اون عرضی که کردم که در خلوت ما چی میگفتیم راجع به فیلم خاشیکیان، مسعود خودش یه بعد هی توجیه میکرد خودش رو که چرا رفته، میگه من راه دیگه ای ندارم، من عاشق سینما هستم و حالا این فرصت داره من پیش آمده، این خاشیکیان به من اجازه داده که این فیلم هستم. و از طریق همکاری با خاشیکیان او صاحبان سینمای مولن روژ رو که فکر میکنم اخوان ها بودن قانع کرد که یه فیلم هم بدن این بسازه، و در این حال رفت با بهروز وثوقی هم صحبت کرد و بهروز وثوقی رو هم آورد و فیلمی اولین فیلم خودش رو ساخت که الان دارم سعی میکنم اسمش بیادم بیاد. فیلم بسیار پرت و پلایی بودش و به شدت فیلم عرض کنم که تقلید فیلم های فرنگی بود. همه روابط، آدم ها، صحبت ها، دیالوگ ها، حتی مثلا طرف که میمرد مثلا برای خاک کردنش میذاشتنش توی تابوت، مثلا توش هم چیز آستر ماهوتی داشت و این حرف ها، و این رو با تشییع جنازه اونطوری میبردن که همه میخندیدن که آقا تو ایران که از این حرف ها نیست، تابوت چیه که برن با تابوت طرف ها بذارن توی خاک و اینا. و خیلی مورد استعزا و طعنه قرار گرفتش، تا اینکه گفتش که من رفتم با عباس شباویز که استودیوی آریانا رو داشت، رفتم صحبت کردم و عرض کردم که عباس شباویز موافقت کرده که یه فیلم دیگه هم من بسازم. که این فیلم شد فیلم قیصر. و خب واقعا حادثه ای بود فیلم قیصر اون موقعی که در اومد، نه به خاطر موضوع و محتواش، بلکه به خاطر رفتار سینمایی و ساختار سینمایی که این فیلم داشت. خب ما هم دیگه دست به قلم شده بودیم و عرض کنم فعال این حرفا، در تحسین این فیلم مطالبی نوشتیم. دکتر کاووسی به شدت مخالف این فیلم بود، گلستان موافق این فیلم بود و
خلاصه دکتر کاووسی مقدارم از ماها دلخور شد به خاطر اینکه ما در تحسین قیصر مطلب نوشتیم. در سال از کنم که 47 فکر میکنم علی مرتضوی به من گفتش که آقا من تصمیم در سال 46 ایشون جایزه درست کرد به نام جایزه سپاس و خوانندگان مجلش رأی دادن و به بهترین کارگردان و بهترین از کنم هنرپیشه و اینها هم جایزه دادن. فکر میکنم فردین و فروزان برنده شده بودن اون سال. برای سال بعد آقای مرتضوی به من گفتش که من تصمیم دارم امسال جوری بذارم، برای اینکه مردم این رأیی که دادن رو خیلی قبول ندارن و میگن قلابی و فلان، من میخوام یه عده آدم موجه رو بیارم و عرض کنم که جوری درست بکنم. و جوری که بالاخره تشکیل شد، رئیسش زنده یاد محمد جعفر محجوب بود، من بودم، آقای شاهین که موسیقیدان بود و تو رادیو برنامه موسیقی کلاسیک رو اجرا میکرد، شاهین فطرت من خوب یادم نمیاد اسمشون، و آقای عباس پهلوان و اینها بود. و خب ما دو تا فیلم اونجا، سه تا فیلم بودش که فیلم های مطرح اون سال بود، که یکی فیلم قیصر بود، یکی فیلم گاو مرجویی بود و یکی هم فیلم روسپی که اینها خب هم تر و تمیزتر ساخته شده بودن، هم هنرپیشه های قوی تری داشتن، و ما در حدود مثلا 25-30 تا فیلم به این جوری داده شد که ما هر روز عصر میرفتیم میشستیم تو سالن سینما و یک کدوم از این فیلم ها رو میدیدیم و بعد با هم بحث میکردیم که کدوم فیلم خوب و کدوم فیلم بد. خب در اونجا لحظات مضحکی هم پیش میامد، به این معنی که مثلا آقای محمد جعفر محجوب هیچ اطلاعی از سینما و تکنیک سینما و این حرفا نداشت، بلکه این داستان فیلم بودش که خیلی برای ایشون جذاب بود و بهش توجه میکردن. یه بین فیلم هایی که داده بودن به ما، مثلا یه فیلم بود به نام مادر، یه مادری بود که در راه فرزند خودش چه فداکاری ها میکرد و نام کتک میخورد و فقیر بود و اینا، بسیار فیلم بدی بودش، ولی ایشون اصلا در طول فیلم گریه میکرد و گفت باید جایزه رو بدیم به این. هرچی میگیم آقا نمیشه، این فیلم از نظر سینمایی خوب نیست، ساعت ها وقت ما رو میگرفتش که قانعش بکنیم که مثلا رأیش عوض شد. در اونجا بحث این بودش که بهترین فیلم رو مثلا به کی بدیم. خب فیلم گاب و فیلم قیصر دوتایی بودن که با هم عمل میکردن. من در اونجا یه استدلالی برای جوری کردم که پذیرفتم، و اون این بودش که من گفتم که این فستیوال از دل ستاره سینما در اومده و ستاره سینما متعلق به صنعت سینمای ایرونه، اما فیلم گاو اصلا هیچ کدوم تعلقی به اینها نداره. آقای مرجویی از امریکا آمده، رفته با وزارت فرهنگ و هنر صحبت کرده، بودجه بهش دادن، هنرمندان تئاتر ایران رو برداشته با خودش برده به یه دهی در آذربایجان به خرج وزارت فرهنگ و هنر، اون درم ده رو هم رنگ کرده بودن و تر و تمیز کرده بودن و حرفا، و یه فیلمی ساخته آورده که سناریستش هم آقای غلام حسین سایدی، و به نظر من این فیلم مثلا تعلقی به صنعت سینمای ایران نداره که ما به پاداش زحمتی که اینا میکشن جایزه رو بدیم به اون. جایزه مال فیلم قیصر، و خب عباس و پهلوان هم بود قبول کرد، اینها بقیه پذیرفتن. جایزه موسیقی رو هم دادیم به اسفندیار منفرد زاده و جایزه بهترین هنرپیشه هم مرد شدش بهروز وثوقی، که یک مرتبه این مجموعه و بهترین فیلم هم فیلم قیصر، این که عباس شبابیز به عنوان تهیه کننده شامد و جایزه رو گرفت، این موجب شد که یهو فیلم قیصر سر زبونا بیفته و مقالات نوشته بشه و فروش حیرت انگیزی که رکورد اون موقع رو مثلا شکست. در اون شب عرض کنم که اعطای جوایز سپاس، من برخوردم به یکی از همشاگردی های دبیرستان ابو مسلم خودم به نام آقای فریدون ژورک که هیچ وقت ندیده بودمش،
بغل کردیم هم دیگر رو، ماچ و بوسه و این حرفا، و چه میکنی و تو اینجا چیکار میکنی؟ گفت من تهیه کننده هستم و الان دارم 100 تا فیلم ساختم و فلان و یه برای خودم یه استودیویی دارم و غیره و عجب. و بعد آدرس به من داد و من رفتم به دیدنش و ایشون مشغول یادمه که پشت میز مووی الان نشسته بود و داشتش فیلمش رو مونتاژ میکرد و اینها. ما هم نشستیم بغل دستش رو شروع کردم بهش مثلا توصیه کردن که آقا این مثلا این کلوزآپ رو بزن به اون مثلا میدل شات از این حرفا. این گفت ای تو با تکنیک سینما هم آشنا هستی و حرفا. گفتم باد. حالا فیلم قیصر و فیلم گاو گرفته بود و سینماچی ها متوجه این شده بودن که یک فضای جدیدی داره در سینمای ایران ایجاد میشه که باید اینا هم یه فکری براش بکنن، وگرنه فیلم های سابق دیگه به اون صورت ساخته نخواهد شد. جورک یه دفعه به من گفتش که میتونی یه سناریو واسه من بنویسی؟ من هم گفتم بله چرا میتونم بنویسم. یه سناریوی نوشتم، گفتم خب یه سناریو بنویسی که به اینکه ایماوری و فردین تو و فروزان توش بازی کنه. میخوام دیگه تکحال بزنیم بزنم، اما میخوام از حالا اسمش هم گوشت بودم موج نوی سینما، میخوام فیلم موج نوی باشه. ما هم نشستیم یک سناریوی به نام ایوب برای اون نوشتیم و این رفت این فیلمو ساخت. و این بعد به من گفتش که اگه دوست داری تو هم بخوای فیلم بسازی میتونی بسازی. من گفتم آخه من که اصلا تجربه، گفت آقا تو همه چی راجع به فیلم میدونی چطور. بالاخره با تشویق او و دایی او که احمد قدکسیان بود، هنرپیشه قدیمی و با شرف و مشهور سینما ایران، قرار شد که ما یه فیلمی هم من بسازیم که اون موقع من در سازمان برنامه با شاهرخ مسکوب در یک اتاق با هم کار میکردیم و روزا که سر کار من میرفتم قبل از اینکه مرخصی بگیرم برای اینکه این فیلم رو بسازم، بیشتر با مسکوب میرفتیم نهار میخوردیم صحبت میکردیم و غیره. مسکوب هم که شیفته فردوسی بود و او به من گفتش که تو فرنگستون من دیدم که خیلی ها داستانهای اساطیری گذشته رو میارن امروزی میکنن و در امروز روز اتفاق میفته، چطور تو هم یه همچی کاری بکنی؟ چه بکنیم چه نکنیم؟ این حرفا داستانه ارز کنم که رستم و اسفندیار رو من انتخاب کردم که همون داستان در فضای امروز سینمای ما اتفاق بیفته. خب ارز کنم که جورکم آقای رفیعی رو، شکرالله خان رفیعی رو که از فیلمسازای یعنی فیلم برداره قدیمی ایران بود دعوت کرد و گفتش که باید با نوریالا این فیلم رو بسازیم. آقای رفیعی هم خیلی مشکوک من رو نگاه میکردش که این اصلا سابقه فیلمسازی نداره و غیره. من یادمه که وقتی که رفتیم سر صحنه فیلم داده که فیلم بسازیم، من برای اینکه به آقای رفیعی هم حالی بکنم که من یه چیزایی از تکنیک سینما مثلا سرم میشه، ترتیبی دادم که برادر عباس پهلوانم به توصیه آقای عباس پهلوان ما قرار شد تو این فیلم شرکتش بدیم و این صحنه قرار بودش که عرض کنم که با شرکت همین اردشیر پهلوان برادر عباس عرض کنم که اتفاق بود. منم گفتم که یک دونه تراولینگ گذاشتن از یه اتاقی به اتاق دیگه و به اردشیر گفتیم که مثلا تو از در بیا تو، از این اتاق رد شو برو تو اون اتاق دیگه و در اونجا عرض کنم که مثلا دیالوگ خودت رو بگو، که خیلی تراولینگ پیچیده‌ای بودش و خب دوربین رو سوار عرض کنم که چرخ کردیم و گذاشتیم رو تراولینگ و شروع کردیم حرکت کردن. وقتی که این صحنه گرفته شد که یک بارم بیشتر نیازی نشد تکرارش نکردیم، شکرالله خان آمد با من دست داد، گفت من خیالم راحت شد که تو سینما میفهمی. من خیالم راحت شد، تشکر. همینجا آقای نوریالا به پایان برنامه رسیدیم. جالبه جمعی از شعرهای خیلی سرشناس شعر ما به سینما پیوستن، در سینما فعال بودن. مثلا احمد شاملو سناریو نوشته، گنج قارون نوشته احمد شاملو و چند سناریوی دیگه. حالا یادم باشه جلسه بعد در این باره هم با آقای دکتر نوریالا، فقط به خاطر داشته باشید که ما تا کجا پیش آمدیم. علاوه بر شاملو، فروغ فرخزاد بوده، آقای پرتو نوریالا بوده تو فیلم بودن،
سپانلو بوده، خدا آقای نوریالا، علیرضا نوریزاده، خیلی ها بودن، شهریار قنبری. یادش این فصل هم با ایشون در میان بگذاریم و هم گفتگو کنیم. آقای نوریالا مثل همیشه بسیار آموزنده، ولی یادتون باشه تو کجا؟ آقای رفیعی به شما دست داد، گفت احسنت، خوب بود، با یه برداشت ها؟ با یه برداشت کار تمام. آفرین بر شما. امیر درخشان عزیز کارگردانی برنامه رو به عهده داشت، از صمیمانه سپاسگزارم. تا دیداری دیگر، ادامه گفتگوی جذاب با آقای دکتر اسماعیل نوریالا پیام.